آستان مقدس علوی اعلام کرد که 3 میلیون زائر در عید قدیر امسال حرم حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام را زیارت کردند. شبکه CBS نیویورک با انتشار گزارشی که بر پایه نتایج نظرسنجی از طریق شبکه‌های اجتماعی آماده شده، از افزایش اقدام‌ها و رفتارهای نژادپرستانه و تهدید علیه کودکان مسلمان در این ایالت پرده برداشت. بر اساس گزارش منتشر شده در این شبکه، بیش از 26% مسلمانان سیاه‌پوست و 32% مسلمانان آسیایی تبار در نیمه اول سال جاری جنایت ناشی از نفرت را تجربه کرده یا شاهد آن بودند. شبکه الجزیره قطر گزارش داد چین و اتحادیه اروپا در بحبوحه تنش‌ها بر سر رفتار با مسلمانان اقلیت قومی در سینکیانگ مذاکراتی در سطح بالا در مورد اقتصاد و تجارت خواهند داشت. معاون اجرایی کمیسیون اتحادیه اروپا و معاون نخست وزیر چین در بعد از ظهر روز سه‌شنبه 28 تیر 1401 به وقت پکن در نشست مجازی با حضور مقام‌های اقتصادی دو کشور شرکت کردند. هیئت سازمان ملل متحد برای حمایت از توافق الهدیده اعلام کرد که ویوان واندبری به جای دانیلا کروسلاک به عنوان معاون نماینده هیئت سازمان ملل برای اجرای توافق الهدیده برگزیده شده و مأموریت خود را آغاز کرد. دبری بیش از 25 سال در حوزه مأموریت و نمایندگی های سازمان ملل تجربه دارد.